های گایز، خوش اومدیم به چنل یوتیوب خودتون. من تمزی هم. چطورین؟ چه خبره آقا؟ من یکم تو حالت عادی نیستم و خونه هم نیستم، ولی باز تصمیم گرفتم ریاکشن به یکی از ترک های آلبوم رولچیت از پوریا پوتک رو که امشب ریلیز شده رو براتون بگیرم. اسم آلبوم هست رولچیت یا همون رولچای، که یه خانواده آلمانی پول دارن که کارهای بانکداری و حسابداری این داستانا رو میکنن. و این ترکش رو، من اسمش رو نمیدونم چیه، ولی اینجا نوشته پوتک رول چایلد. شاید اسم این ترک رول چایلده، نمیدونم. بریم گوش بدیم ببینیم چیه. و اینکه ببینید من تو این اوضاع، با اینکه تو این حال و شرایطم، باز من دارم واسهتون ویدیو میگیرم. حتما چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. دوستتون دارم. ماچ به کلتون. پوریا پوتک 100% تا داستان ها همه هنگن، نویسنده راست چایلده، پوتک خواننده است، با فکری پوتک ریپ تایله. بهت گفتم پولا رو ولش دینو به چسب رو راست وازه، ولی گفتم پولو بریز تو حرم، میبینی رو به راست وای بت بریز و بپاش زندگی طول است. خب جز موزیک مذهبی طوره و داره راجبه پولایی که ما خرج دیناییمونمون تو ایران میکنیم داره صحبت میکنه. اون پولایی که میندازیم تو حرم و ازش انرژی مثبت میگیریم، خیلی با این کار مخالفم. بریم ببینیم بقیهش چی میگه. گفتم پولو بریز تو حرم، میبینی رو به راست وای بت بریز و بپاشو زندگی طول است. خب جز باور من، دشمن من این خدایانن، این خدایان ساخته دست آدم ها. یاد دادم به هم ناموسای تو خیابون، آره همه خواهرام، من فقط نمیفهمم چرا خواهرام شبا زیر شمشیر برادر من. یه مش گوسفند مطیع و حاضر به هر کار، واضحه حرفام، گوش بده خفه واجب به سرکار. این همه دعا کردی ولی همونجا هستی که بودی و میمونی، غربی و کردنم یه آدم خوش با یه قلبی که خونی و بیروحه. آمین که چی؟ تو باز حرکت کنی خدای انرژی. بچه قشنگ داره راجب دین و ایمونمون تو ایران صحبت میکنه و راجب آدم های مسلمون فکر میکنم داره صحبت میکنه و میگه که خواهرای توی کوچه خیابون و من همش به چشم خواهر برادری میدیدم و اینا، ولی نمیدونم چرا خواهرام زیر شمشیر برادرام. من یه ذره ایهام داره دیگه، فکر میکنم خودتون میگیرید، نیازی من بازش کنم. و اینکه این آلبوم اینش خفنه که 13 تا ترکه و 13 تا موزیک ویدیو داره و این موزیک ویدیو هم خیلی باحاله. من نمیفهمم مفهومشو، ولی قطعا یه مفهوم خاصی داره، بخاطر اینکه ببینید 6 تا آدم وایسادن که نقاب گاو زدم به سرشون و پوتک رو باشون صحبت میکنه. خیلی عجیبه. نه یک حس برکت توری، جایی که هستی خوشبخت نیستی، برو پی ایسکا جلو، پولدار ترین آدم دنیا، نه مسلمونه نه مسیحی، کلیسا برو. چه باحال میگه که پولدارترین آدم دنیا نه مسیحیه نه مسلمونه، یعنی اصلا به دین و ایمونی ربطی نداره. اینکه ما میشینیم از صبح تا شب دعا میکنیم وای خدایا به ما پول بده فلان و اینا، میگه به اینجور چیزا ربطی نداره. حتی پولدارترین آدم هم دین و ایمونش مشخص نیست. و خیلی باحال موزیک ویدیوش، یهو این آدمایی که نقاب دارن شروع کردن به رشه و یه حالت رقصیدن و یهو پاس شدن. من فکر میکنم که اینجا پوتک داره مثلا نقش خدا رو بازی میکنه و اونم بنده هایی هم که دارن ازش تبعیت میکنن. فکر میکنم اینه. نمیفهمم چتونه خودتون رو زدید به خری، هیچی رو نمیفهمید، انگاری باید شوک بخورید. بدم میاد از دین چون بهتون یاد داد اینو، ان نداری تو راضی باشید خداتون رو شوک بکنید.
خدای دریا بس. بچه ها این ستاره علامت شیطان پرستیه درسته؟ من خیلی دقیق نمیدونم ولی فکر کنم این ستاره که با آتیش روشنه و پوریا وسطش وایساده یکی از علامت های شیطان پرستیه. نمیدونم، اگه شما دقیقشو میدونین تو کامنت ها به من بگین. خیلی عجیب شد. ان نداریتون راضی باشید، خداتون رو شکر بکنید. خدای دریو بس آه، میکنه دری رو باز. اینا همش خرافه است، واسه من یه چک فان 20 صد درصد خدایی هست آه. آره خب خدایی هست، خدایی که خودشم خدایی نداره، خدا هم آتئیسته. نمیخوام بشی یه بی‌اعتقاده که منو ببری زیر انتقاد، ولی خیلی این چیزا طول میکشه تا بفهمی یه روزی حرفا میشه کتاب. نمیخوام بشم اسیر نیشه ستا، آدم بی‌معرفت و ایشه و من یه شیرم بین چند تا شیر بتا که نخواهم شد هیچ وقت هم کیشه چتا. میگه منو زیر سوال نبرید، من نمیگم چی کار بکنید چی کار نکنید، تصمیم گیرنده اصلی خودتونه، من فقط هم چشتون رو وا میکنم. آفرین پوتک، خیلی کارش درسته، خدایی خیلی بیتش خوبه و فکر کنم کل بیت این آلبوم رو کچی بیت زده دیگه، خیلی خفنه. لباس گوسفندو درارید، شدین از زندگی فراری، خدا رو نکنید شوک واسه اون چیزایی که هیچ وقت ندارید. میدونی چی میشه بعدش وقتی یه چیزش راضی خدا هم میگه خب بی خیالش، آجی پکونه لقش. گانه چی؟ آتمو شیخا؟ من درست میشمم، نمیفهم چی میگه. او افتادن همشون. دیدین گفتم پوتک این خدا داره عمل میکنه، همشون اینجوری یه انرژی بهشون داد، به لرزه افتادم و دارم پا میشن. آه نقابشون رو برداشتن. دیدین چی شد؟ همشون نقابشون رو برداشتن، سه تا دختر بود سه تا پسر و تمام. خیلی ترک مفهومی بود و من الان تو حالتی نیستم که بتونم عمق ماجرا درک کنم، ولی داشت راجع به دین و ادیان رو حرف میزد و چیزهایی که ما میپرستیم و بابتش داریم پول خرج میکنیم. ما میریم توی امامزاده ها و حرم ها پول میندازیم و ازشون هی میخواییم که به ما پول بدن و به ما مثلا راه نجات و خوشبختی و اینا بدن، با اینکه ما داریم درآمدمون و چیزایی که کار میکنیم در میاریم میبریم میندازیم اون تو. من فکر میکنم این ترک راجع به این بود و اینکه آخرش همه نقابشون رو برداشتن و سه تا زن سه تا مرد بودن، راجع به برابری حقوق زن و مرد بود من فکر میکنم. و اینکه پوریا کارش درسته، ما هممون دوستش داریم. دمش گرم، دم شما هم گرم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. بقیه ریاکشن های آلبوم روتشیلد از پوریا پوتک رو دست ندید، تو چند روز آینده براتون میذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. باج به کلتون.